خدا. سلام سرباز. علی سلام. من اومدم این چیه؟ راحت باش این وسیله ببرم. حسابی هم که مورد استقبال واقع شدی. گلبارونت کردن؟ آره. چی بود؟ نسترن یا یاسمن؟ چی؟ موشک بود یا خمپاره؟ نمیدونم. 0 کیلومتری؟ ای بب ندارم، راه میفتیم. بیا حالا اوراق نستم. تدارکات چیه، تازه ای؟ آره. تا حالا نهیدمت. بله، بگوش باش. عباس کجاست؟ عباس هم پری؟ خوش به سعادت باش. خدا خیرت بده، چه لیستی هم آورده. چه خبره، امشب عملیاته؟ نمیدونم. لیستی که آوردی اینو میگه. جور کردنش 2 ساعتی وقت میبره. عجله نداری که؟ نه. این شبا همش حمله است. خبراشو دارم. دیروز 30-40 تا از بچه ها رو آوردن تیکه تیکه. یکی سرش رفته بود، یکی دستش، یکی پاش. اگه امشب هم عملیات بشه قیامت. یکم باند و دارو هم برات میذارم. اگه عملیات بشه لازمه میشه. کجا داری میری؟ مگه نگفتی 2 ساعتی کار میبره؟ خیلی خب، برو یه دوری بزن. یه آبی هم به تنت بزن. غنیمته. راستی غسل شهادت هم گرفتی، اشکال نداره. زود برگرد. بجنبی. این ماشین که هنوز خالیه سرباز. بیا پایی کمک کن. اسخر در اون صندوق با کن مزافرهای تهران تا نمونه ساعت مطیقه من صحبت نمونه ساعت مطیقه من صحبت نمونه نه باشون بیدیتون کجایی باش حالا کنار بایستان رضا محمودی بیا جلو 2 نفر برو بالا سوار شد عباس جندقی بیا بالا 2 نفر سعی جای خودتون بشن طاهر فردوس خودم بیا جلو وایسه کنار هم موقعه صحبت کنیم. رفیقم نیومده. چیکار کنیم؟ یه 5 دقیقه دیگه میاد. فعلا خودت سوار شو. راه نیفتی. نه آقا جون. بله. آقا جون ما شلوغ شکو. وایسه کنار حالا وایسه کنار. کرمی. بله. وایسه آقا جون. عین است. آقا رو بند آوردی. برو بالا دیگه. برو بالا 5 نفر. چطوری تا این؟
اونجا چیکار میکنی؟ اومده بودم بلیط بگیرم برای تهران. نه بابا من این مرخصی گرفتی. تو اینجا چیکار میکنی؟ منم داشتم میرفتم تهران، قرار بود احمدی بیاد با هم بریم، نیومده هنوز، نرسیده. مگه میذارم رفیقم تنها بره تهران؟ خودم جا احمدی باید میام. آخه تو چجوری مرخصی گرفتی؟ بابا گرفتم. چه خوب شد مریم. آبی بالاخره چجوری مخه این سروان قنبری رو زدی؟ زدم دیگه. میدونه سرویس خواهرم ها، اما نمیدونم چرا مرخصی نمیدونم. پس بالاخره چیکار کردی؟ یه جوری زدم دیگه. چونه تار خب چجوری؟ بابا بذار چورتمونو بزنیم. یه جوری مخش رو زدم. اگه این یارو نگردش چیزی بخوریم بیدارم. اگه اون یکی یارو هم یه موشک زد اتوبوس رفت رو هوا که خودم بیدار میشم. موشک میندازم همونه میخوام بگیر اشکاتو پاک کن. خب داشتی میگفتی تو این هیروویر بایسه میریم بیرون. میگم بگو دیگه، سرگرم میشیم. پسر چه کاره هست؟ وکیله، شاید هم میخواد وکیل شه. ببین برو کرمی وکیله. مهر چی؟ چی؟ مهر، مهریه چقدر قرار گذاشتی؟ نمیتونم، اینا رو با بابام صحبت کردم. یارو میخواد تو رو عقد کنه، بابا تو که نمیخواد عقد کنه. سه تایش از حالا بهت گفته باشم و از 1348 کمتر نبگیم. کمتر از 348 بله بگی. نه من نه تو. عاطفه یه دقیقه ساکت شو. آخریشم میدونم. مهریات میشه 5 شستگی به نیت 15، نه 14 به نیت 14 منسوب، شاید هم 12 به نیت 12 ما. بعید میدونم همون 5 میشه. خدا رو شکر رسیدیم. به دلت وعده نده، برسم خونه کیفم میذارم زود زود برمیگردم. فعلا. راستی محمدتون کی برمیگرده؟ نمیدونه. بهش خبر دادیم پس فردا عقده، ولی نمیدونم بتونه بیاد یا نه. باشه خدافظ. وای. بهت بگم ها، داداش من اهل 1343 و این چیزا نیست. 5 سکه، چه دختر بدیم چه دختر بگیریم. برو بابا، حالا که داوطلب شده. داوطلب نیستی واسه چی آمار میگیری؟ همینطوری. برو بابا، خدافظ. خدافظ. کیه؟ منم مامان. سلام مامان. سلام عزیزم، خسته نباشی. تو عاطفه مدرسه کمتونه که تا دم در خونه با هم حرف میزنی؟ چی کار کنم مامان، فقط حرف میزنه. این شیر آبو ببر. ام محمد خبری نشد؟ نه هنوز که خبری نیست. بتونه میاد دیگه. کی برمیگردی محمد؟ هر وقت تو برگرد. دیوونه یا؟ چرا؟ بعد من آخر رفاقتم. یعنی چی آخر رفاقتم؟ من منقضی خدمتم. یعنی چی؟ یعنی که
خدمتم تموم شده، برگ تسویه حسابم هم گرفتم، از امروزم دیگه وظیفه به حساب نمیام. تو هنوز 20 ما دیگه داری آره؟ خب دیگه. یعنی چی خب دیگه؟ محمد ارتوچ از این دوست بازی ها و آخر رفاقتم اینا بر نمیداره. روز آخر مرخصی بعد بری خودتو به افسرت معرفی کنی. ماستو بخور. تو میشنوی من چی میگم؟ یه خودتو زدی و کری. میذاری غذامونو بخوریم یا نه؟ غذاتو بخور. ولی پرت و پلا به هم نبار. چند روز مرخصی. مگه نمیگی منقضی خدمتو داری برمیگردی؟ ما مخلص شما هم هست. سرگروبانم هم که نیستی اگه برم یا نرم یا دیر برم بیان یقه تو رو بگیرم بگن سرباز تحت امرت خلاف کرده. الان رفیقتم. پس این غذا رو کوفتمون نکن. بذار بعد از سه ما کنسرو خوردن چلو کبابمون به اون بچسبه. بخور. بخور. واقعا خودت درستش کردی؟ آره. صحبت واسه آبجین. چشم روشنی حقش. خیلی قشنگه. رسیدیم تهران بیدارم. بخیر. علی دمت گرم. بلیط رو نداشتم الان اینجا نبودم. من هم سفر دارم دیگه. خیلی حال کرد. باور کن اگه بلیط رو نمیدادی ببین الان نمیدونم چجوری اینجا فصل تهران باشم. منم یه هم سفر خوب داشتم. خیلی عالی. فیروزی تاکسی فیروزی. آقا فیروزی. داروس. فیروزی بیاد بالا برو. مواظب خودت باش. قربونت. ممنون. خدافظ. زنگ میزنم. باشه. محمد! محمد! ای بابا ساک ما رو اشتباهی برد دیوانه. دیدی زود اومدم. راست سیدش یادم رفته بود به دگم. یه خانمه رو پیدا کردم سفره حق درست میکنه. کارش محشره، حرف نداره. قیمتش هم زیاد گرون نیست. خبرش کنم. نمیدونم. به مامان بگو. کوف! هرچی به دیگم میگه به مامانم بگو. مامان! سلام. سلام عزیزم. جونم. مامان عاطفه میگه با باز شما دارین چیکار میکنی؟ دارم ورقه انشای بچه‌ها رو صحیح می‌کنم. خاک تو سرم. پس فردا اخونه دخترتونه. نشستی دارید انشا صحیح می‌کنی؟ پس به شاگردام بگم نمره انشاشون باشه واسه بعد چون عقد دخترمه. آره؟ بیاین تو یه چایی چیزی بخوری. از دست شما معلم‌ها. بفرمایید. چش. مامان محمد خبری نشد؟ نه. یعنی تلفنم نکرده؟ فعلا که خبری نیست. اینو گوش کن. موضوع انشا اینه که دوست دارید چه کاره شوید. ماما گوش کن، جالبه. من دوست دارم وقتی به شهرمون برمیگردیم گلدان ساز بشوم. چی چی ساز؟ گلدان ساز. زیرا که وقتی عراقی ها به شهرمون آمدند با تانکشان مغازه ولید جاسم را که از خاک گلدان می ساخت ویران کردند و خود او را کشتند و سربازانشان همه خانه ها را گلوله زدند و همه گلدان ها که روی بالکن ها یا پله ها و دیوارها بود را شکستند. حالا اگر ما برگردیم شهر ما گلدان ساز ندارد و کسی باید گلدان بسازد تا گل ها را در آنها بکاریم. حالا به این عشا چه نمره ای دادید؟ 20. شوخی میکنید؟ خوشمال شاگردات میکنش که ما هم شاگرد شما بودیم. خیلی دست سل بازید. در زدن محمده. ماما مطمئنم محمده. خدا مرگم بده. چقدرم بعد موقع مزاحمت میشدم. اصلا هم بعد موقع نیست. یکم اسفند دود کن. چشم. کیه؟ بالاخره اومد. محمدی!
بچا پاشین. آقا سلیمانی. آقا فردوس کارتون داره. پاشین. فرامرز محمد چی شده؟ آخه ما بیام چی بگیم آقا؟ شما نمیخواد چیزی بگین، اون خودش میگه. پاشو. خب باید چیزی بگیم. آقا جزایری پاش. چی بگیم؟ بیا کتتو بپوش الیاسی. کتتو بپوش. آقا سلام علیکم. بفرمایید. آقا در خدمت همگی. سلام آقا. در ضمن آقا بارای دبی رو هم با لنج فرستادم رفت. بسته بندی چی شد؟ بسته بندی آقا درجه یک، درجه یک. هیچ ایرادی نمیتونم بگیرم. از سرشون هم زیاده. مرکبات چی شد؟ مرکبات تمام اونایی که قرارداد بستیم سر درخت آماده و حاضرن. فقط باید یه تعداد آدم پیدا کنیم که بچینن. ببین جونم پس پیدا کنین که بچینن. شنیدی؟ اگه آدم پیدا نکنین همه تون باید بریم بالا درخت. ببین جناب علی هم باید با بقیه بری. اینم خیال کردی چون دو عاشق عروس منی واسه نوشابه با میکنم؟ صف کردی. اینجا فامیل و غیر فامیل نهارین. بار سر درخت نباست بمونه. اگه موند خودت هم باید گیوهاتو دریری پابرنه بری گل درخت. افتاد؟ بله آقا چشم. هری هری بفرمین. آقا با عزتون. آقا با عزتون. صفایی. بله جونم آقا. از آبجوت و صابر چه خبر؟ زنگ زدن رسیدن مشهد مستقیم رفتن حرم. ای دوباره تلفن کردن بگو صابر دست آبجوتو بگیره برگردن بیان تهرون وقتی خوب سیر زیارت کردن. اما دیگه باغ ترقبه و کباب شاندیز و نمیدونم کوسنگی و قبر نادر اینا رو ول کنن. زود برگردن بیان اینجا، کارشون داریم دستمون تنگه. بله آقا چشم. با اجازهتون. ببین صفایی. بله آقا. سردخونه چی شد؟ آقا سردخونه آقای کمالی رو گرفتیم. 500 تونه اما مجهزه. البته برای ما کمه. حالا تو فکریم که یه جای بزرگتری تهیه کنیم. با کارت برس. بله با اجازهتون. ببین این جای منو خیلی کوتاه نکنی بری بالا. کورچیشم بول. یا تو باز دیگه چه خبره؟ سلام آقا جون. بسته دست دیگه ماشته تمام کن کارتو. یکم دیگه مونده آقا. نه آقا جون به کارتون برسیم، من وایسادم همینجا. بیا جلو، بیا جلو. ولش کن دیگه ماشته. بذارو دست من ای جونم. یه سال میشه که نهیدم اتا راخشون. پس تموم شد. داره تموم شد آقا جون. به یه چشم هم زدن و کی؟ جون من به لبم اومد تا تموم شد. به یه چشم هم زدن تموم شد. همه شبا با دل ها رو خوابیدم، صبح با دل شوره بیدار شدم، صد دفعه خواب دیدم که تیکه تیکه شدی. آقا جون من که الان اینجا هم جلوی چشمتون تیکه تیکه هم نشدم. عین خودمی کله خر و یه دنده دو بچونتون. اگه کاری بخوای بکنی همه دنیا حریفت نمیشن. تو تنها کسی هستی که رفتی تا لب مرز برگشتی رفتی قاطی تانک و توپ و گله. نه آقا جون اونجا یه عالمه آدم بودن که از اون ور اومده بودن جبهه. من که از همینجا رفتم. ببین دری بری نگو، این کتابو ببند بذار تو گنجه. خونه رفتی؟ نه آقا جون.
نرفتی؟ نه. ببینم رابرا صاف باشت اومدی اینجا؟ بله. ببین یعنی اینقدر دلت واسه پدرت تنگ شده بود؟ آقا جون راستشو بخواه این پول تاکسی نداشتم، کیف پولم رو تو ساک این رفیق محمد جا گذاشتم. هکی ببین اگه واسه خاطر دلخوشی منم شده بود میگفتی آره میمردی. آقا چون من سگه کی باشم به شما دروغ بگم؟ تو دیگه کی هستی تا شیرین زبونم چه شده؟ ببین مشتی بلش کن، بلش کن دیگه نمیخوام. تاهر بپر اون کت منو برده بیا. ببین من تو رو تا دم مرز بردم که راهیت کنم بری خارج، حرف من انداختی زمین و رفتی جنگ. ببین یه دفعه چش گاوه، اما اگه یه دفعه دیگه، ببین فقط یه دفعه دیگه حرف منو رو یخ بنویسی و سنگ رو یخم کنی، انگاری که دندون کرم خورده شدی، میکنم تو میندازم تو موال. جلو پلاسی هم کمه کنه. من بازم چکرتونم آقا جون. مرد جلو پلاسی تو بریم. به بچه ها بگو زود تحتیل کنن برن خونه امشب. رو چشم آقا. باهر اومده. سلامتی آقا. یا علی. حالا که اومدی؟ صابر حالش چطوره؟ خوبه. با زنش رفته مشهد. خوب سلامتی. عیالش حامله است. دروغ میگه آقا جون؟ دروغم چیه؟ تو رو خدا؟ خب خدای شکره. صابر بنده خدا بعد 7-8 سال خودشم میگه باورش شده و اجاقش کوره. خدا رو شکر. نه اجاقش کور نی. برای بچه دار میشه. حتما صابر خودش خیلی خوشحاله. آره آره داره با دومش گردومش. آجون چرا یه جوری داری این حرف میزنی؟ چه جوری حرف میزنم؟ میپرسی صابر خوشحاله؟ میگم آره خوشحاله. چی بگم دیگه؟ شما چی؟ شما هم خوشحالین؟ آخه سرسری داری این حرف میزنی. ببین رفتن دکتر همین دنگ و فنگای قرتی بازی با چرا گفته بچه صابر دختره. خب چه خواب آقا جون؟ یعنی فقط شما واسه همین دارین اینجوری حرف میزنین؟ واسه اینکه بچهشون دختره؟ این روزا و این حرفا چه فرقی میکنه دیگه آقا جون؟ نه یه چی فرقی نداره. این حرف دلتون نیست. من که دیگه حرف زدن شما رو میدونم چجوری از برم. ببین طاهر بچه همه جورش برکت خونه است. دختر شیرینی هم پسر اساس. دختر گاهی شیرینه گاهی نه، اما اصا همیشه اساس. زیر بغلت که باشه خیال تخته که کلپا نمیشی. نگین از این حرفا تو رو خدا آقا جون. خدا نیاره همچین روزیو. رسیدیم خونه، از این حرفایی که با هم زدیم اونجا پیش اهل خونه چیزی برای خودت نیاری ها. افتاد آقا جون نه دست رد منده. میخوام به دست برم. نه آقا جون نه غلط کردم. بس آقا دست حرف آقا جون بگیر تو رو خدا فرمونه. من بلدم چجوری اینجا را برم. سلام آقا. سلام آقا تاهر خوش اومدی. و خانم آقا تاهر اومده. خانم آقا تاهر اومده مشتگونی بده. خانم آقا تاهر اومده مشتگونی بده. اینا رو دیگه نسوزونی آبدار بردار. چشم موازه
یعنی که بگفتی دیگه نه؟ بله همون که شهید شد. پیو بادر، پیو بخور. یه قربونت برم. مادر چرا زحمت میکشی؟ من سیر شدم دیگه. بخور مادر، بخور یه قربونت برم، بخور. ای بابا دستتون در نکنه مادر، به خدا من سیر شدم دیگه، دارم میترکم. آقا جون شما به داده ما برس. ببین، میگه سیر شدم. که خوش نی، کادون که خوشه که. خب من چه میدونم اونجا چی بهش میدادن میخورده؟ لابد همش آش میخوردی مادر، نه؟ اسمش آشخوری بود مادر من. آش که نمیخوردیم همش اونجا. بعدم هرچی بود تموم شد رفت. دکی این تا جیک و بوک جبهه و جنگ و عملیات از تو هنگ شبیرون ولکن نیکه. ببین تو این عکسه چقدر قیافه گرفتی. قیافه نگرفتم، اقید گرمه این شکلی شده. بده من ببینم بچه همو. اینه او گرشاسته بندوری. ایبا تاهه جانم، این چی این سربازی گرفته دستش؟ کدوم این چوبه دیگه. چوبه؟ بله. فو خودم مرگم بده، تفنگم به شما نمیدادم، با چوب میرفتیم به جنگ دشمن. این چوبه پرچمه، چرا درست نگاه نمی کنی؟ آها اینی که من اینجا پرچمشو ندیدم فکر کردم. آره دیگه بیرون عکسه. دیدی گفتم ولکن نی؟ شما همش ما رو مسخره کن. غلط میکنه کسی شما رو مسخره کنه آتی خانم. دورت جون آقا. خب تعریف کن ببینم. دکی این عملیات آخری کارت در اومد. 24 ما رفتی سربازی، 24 سال باز واسه مادرت خاطرات تعریف بکنی. این دومی سختر اولیه. بیچاره شدی افتاد. افتاد. بلش کن، دلم رو ریش کردی. انقدر با زخمت ور رفتی تا خون افتاد. بیا یه ذره از این دوایه بزن روش. ای میخواد دیگه تموم شد. باشه دستاتو بشور، بیا با هم سیب بخوریم. یه دفعه که عراق تک زده بود یادم 48 ساعت توی سنگری یه نفره پوتین به پا و کلاه خود به سر همینجوری زمینگیر شده بودم. اینا رو نگو دیگه محمد. اون وقت این سری که برگردی جبهه شب و روز نگرانم، دل واپسم، حواسم پیش تو. بی خیال خواهر کوچیکه، این دفعه یه کاری میکنم که اصلا دل واپس نشی. مثلا چی کار میکنی؟ زره فولادی میپوشی؟ نه اصلا بر نمیگردم. جدی که نمیگی؟ حالا بی خیال، از خودت بگو. چی بگم؟ چی شد که شدی عروس خانم؟ هیچی، مثل بقیه عروسا اومدن خواستگاری، مامان و بابا هم پسندیدن، منم فقط شرط گذاشته بودم که بذارم برم دانشگاه، اونا هم قبول کردن، گفتن مبارکه و مبارکه و پا. خودت چی؟ خودم هم که میبینی قبول کردم. فردا صبح میریم خرید، پس فردا هم جهاز رو میبریم، بعد از ظهرش هم که عقده. بالاخره جواب من ندادی. یعنی راست راستی میخوای عروسی کنی؟ آره دیگه، بابا و مامان میگن. مامان بابا رو ول کن، دارم از تو حرف میزنم. مگه تو چند سالته که میترسی به ترشی؟ چی فهمیدی از زندگی؟ برو درس تو بخون، برو دنیا رو ببین. آخه با این عجله؟ خب دیگه بفرمایید. میدونی مشکل تو نیست، مشکل همه ماست. همه ماهایی که دور و بر 20-25ایم. زندگی امروز فردامون رو داریم دست یه مش پیرزن پیرمرد 50-60 ساله. تا میخوایم حرف بزنیم یا شعر میخونن یا مثال میزنن یا یه خاطره از 100 سال پیش تعریف میکنن. تازه اونم از کی؟ از پسر خاله یا پسر عمه یا دختر عموی فلان همسایه تا حرفشون سند بشه. خواهر من امروز امروزه، نه 100 سال پیش. میفهمی؟ آقا جون، این مدتی که ندیدمتون یه نمه وزنتون رفته بالا. مال سن و ساله. تو هم به سن و سال من برسی یه نمه وزنت میره بالا. بهش میگن پیرچاقی. ما
مال سن و سال. چشم کف پاتون آقا جون، سن و سال چیه؟ من گفتم یه نمه مراقب باشین همین. حواست به حرفای من باشه، نه به شکنم. داشتم میگفتم کاسب جماعت باز حواسش جمع باشه، نباس بذاره سرش کلا بره. قیرون قیرون باید حساب پس بکشه، وقتی هم که میبخشه باز چنگ چنگه ببخشه. آدم گشنه دوره برت باشه، هر چی میخوری کوفتت میشه. اما ببین، اگه یه پاپاسی از مال تو به نامردی و حقبازی بالا بکشن، اون سر دنیا هم که باشه باز بری از هلقونشو بکشی بیرون. پسر اینه بده خدمت آقا فردوس. آقا رحمت، دو تا گوشتم واسه این میزه اینوری بزن. باشه. آقا فردوس، دستت درد نکنه مصطفی. خیلی. پسرت چطوره؟ صداقه سر شما بهتر آقا. آوردیش خونه یا هنوز مریض خونه هست؟ نه آقا، قرار فردا تخصیص شه. سلامتی. مصطفی. بله آقا. ببینی اگه بازم کم کسری داشتی پیش خود آقا خدا بوده یک کمتون نکن آقا. خیلی ممنون هستم. چیه تایه؟ این قضیه بچه ها مجدبه چیه؟ خدا نصیب نکنه تایه، خونش عیب پیدا کرده. ببین تایه، میخوام همه رو خوب بشناسی، یکی دوتای همه رو، زیر و روی تمام اونایی که دوره برتن ملکت بشه. به وقتش بشه اسرائیل، به وقتش بشه جبرئیل، همه چی جا خودش. ببین طاهر، خیال دارم واسه صابر یه دم و دستگاه جدا بگیرم. مگه قرار جدا بشه از شما؟ اون نمیشه، من میخوام جداش کنم، باز دیگه آقای خوش بشه. به اندازه خودش تو میدون اسم رسم داره که گلیمشو از آب بکشه بیرون. تو هم یه ما بیای بری، هوای کار دستت میاد و چم و خم میدونو یاد میگیری. اون وقت منم یه نفس راحتی میکشم و یه استخونی سباک میکنم. وقت تو میمونی و میدونو چرخوندن کار که میدونم از پسش بر میای. میدونم از پسش بر میای تایه. ولی آقا جون، من خیال ندارم بیام میدون. چی شد؟ من نمیخوام بیام میدون آقا جون. یعنی چی نمیخوام بیام میدون؟ میخوام درسم رو ادامه بدم. دانشگاه هم که باز شده، منم 4 ترم دیگه مونده. دانشگاه دیگه چه سیغه ایه؟ اون موقعی که فرستادم دانشگاه واسه این بود که سربازی نری. حالا که کارت پایان خدمت بغلته، دانشگاه چجوری این وسط سبز شد؟ سبز نشد آقا جون، بود. دانشگاه همیشه بود. بود؟ بود که بود، واسه حسرت به دلاش بود، نه واسه پسر من. منم جزو همون حسرت به دلم. غلط میکنه، دلت هوای بیجا میکنه، سهو میکنه، خطا میره. پسر تو همون میدون، تو اون یه وجب غرفه میتونی 500 تا لیسانسیاشو به نون و نوا برسونی. شرعیشو میخوای؟ عین شرعه. انسونیشو میخوای؟ اصل کاره ی آدمیزاده. عقلیشو میخوای؟ جفت عقله. حالا بری وقت بذاری واسه دانشگاه که چی بشه؟ اینم مدرک قاب کرده میخوای بزنی تاخچه؟ خب برو بخر.
ایرونی خارجی پر تو بازار افتاد. ببین میخواد تو ماشین بس بشینی؟ نه آقا جون. خب پیاده شو. چشم آقا جون. سلام آقا. سلام صفری. حال شما خوبه؟ چه خبر؟ چه کار دارین میکنین؟ چرا نفس نفس میزنی؟ آقا این سیبا رو داشتی باسکول میکردیم که کم و کسری چیزی نداشته باشه. دکی لنگه ای سار از تو ابتلا چی کامه کردی؟ آقا خیلی کاره باسکول کردی. آره؟ آره، اگه خنده و شوخی و تفریح بهش بگی کار، آره کاره. با عزتون آقا، من برای این بارومه ها رو جفت و جور. ببین جونم آقا، یه دفعه شد که تو به من بگی یه کاری رو کردی؟ برم بارنامه ها رو بنویسم، سیبا رو قپون بزنم، بارا رو بفرستم. یه دفعه شد که به من بگی سیبا رو قپون کردم، بارنامه ها رو نوشتم، بارا رو فرستادم. چرا داری تو صورت من قدم رو میری؟ بارا برای سکارت دیگه. بله چشم آقا، با اجازهتون. ببین جونم آقا، این پسره که تازه استخدامش کردیم و بگو بیاد پیش من. بله چشم آقا. جزایری رو میگین دیگه؟ 300 نفر که استخدام نکردیم، یه دونه استخدام کردیم، همونو بگو بیاد پیش من. افتاد؟ بله سلام و سلام. سلام آقا طاهر، حال شما خوبه؟ با اجازهتون، با اجازهتون. حیف نون. آقا جون شما خیلی دیگه دارین سخت میگیرید. بکی تو این جماعت رو نمیشناسی. ببین کوتاه بیای میگن قدش کوتاست، ملاحظه‌شون رو بکنی میگن میترسه، ایراد نگیری میگن حالیش نی. این یکی که دیگه محشره. نیست که اخوی انیس زن صابر داشته خیال میکنه دیپلم داره، خوش یه پا سابکاره. ببین گاهی باز نکشو بیچینم و کفتر بالغیچیش کنم نپره. بیا دیگه بابا، منتظرن اینجا. ببخشید آقا. سلام علیکم جزائری. آقا طاهر سلام. سلام آقا، با عزتون خداحافظ. سلام علیکم. با من کاری داشتید آقا؟ ببین تو گفتی لیسانس داری؟ بله آقا. لیسانست چی داری؟ شیمی آقا. شیمی. ببین این لیسانست الان کجاست؟ خونه است آقا. میخواییم بیارمش؟ نه نه. ببین فقط یه سوال دارم. بفرمایید آقا. چند میگیری لیسانستو بیاری اینجا جلو من ریز ریز کنی یا کبریت بکشی زیرش؟ صاحب اختیارید آقا. آسه من تعارف دیگه پاره نکن. میگم چند میگیری لیسانستو بیاری اینجا جلو چشم من ریز ریز کنی یا کبریت بکشی زیرش؟ فقط دستور بدید آقا، زیر سایه شما مدک لیسانس به چه درد من میخوره؟ ببین اینا رو به این شازده بگو بارنامه های امروزم ورده بیار. چشم آقا. شرمنده آقا طاهر، با اجازه. آقای جزایری. سلام آقا طاهر. سلام. سلام خدمتتون. شما خودت هم از اول می‌خواستی همین شیمی رو بخونی؟ نه آقا طاهر، دلم می‌خواست داروسازی بخونم ولی قبول نشدم، شیمی قبول شدم. می‌خواستم صبر کنم سال بعد دوباره داروسازی کنکور بدم، اما مادرم پاگیر شد که دانشگاه دانشگاه است، چه فرقی می‌کنه ادبیات و معماری و هنر و مکانیک هم گذشت فرق نمی‌کرد. بنده خدا دلش می‌خواست تو در همسایه‌ها جسپت که پسرش دانشجوه. ما هم یه مادر رو داریم، یه تنه واسمون خیلی زحمت کشیده آقا طاهر. ما معرفشو خریدیم. جزایری اومدم آقا. با اجازه آقا طاهر. آقای جزایری. جناب آقا طاهر. اینا رو به آقام بگو. چی آقا؟ این که اگه رشته‌ای که می‌خواستی خونده بودی و مدرکت همونی بود که دلت می‌خواست، الان مجبور نبودی به خاطر حرف هیچ بنی بشری اینجا مدرکت آتیش بزنی. ببخشید. با اجازه. جزایری. بله آقا. اومدم آقا. بفرمایید. کجا موندی؟
تو ترافیک گیر کردی؟ نه آقا، داشتم با آقا تایل حرف میزدم. او خیلی عاقله آقا، مرد شریفیه. بکی ببین، انگاری تو هم عقلت پاره سنگ برمیداره ها. با همشو بفرستن برای یزد. چشم آقا، با اجازه. باشه باشه، خیلی خوب. آدرس مغازه باباتو بده میارم اونجا واسه دیگه. آقا به جان تو، از صبح تا الان گردن من تو جیب منه. عوضش اومدم اونجا تو هم یه ناهار دبش ما بده بخوریم، یه چلو کباب تو بازار دست در. خب بگو بنویس، بگو از بازار سید نصرالدین. یه لحظه بس، بازار سید نصرالدین بیام تو. خب خب حاجی نادری چی؟ آها، از هر کی بپرسم حاجی نادری دیگه میشناسه. خب آقا ببخشید، صافی نادری کجاست؟ پلا رو نشه برای تو این سمت چپ. همین پلا باشین. من با آقای نادری کار داشتم. بفرمایید پسر جان. با محمد نادری. شما؟ من طاهرم. طاهر؟ رفیق هم خدمتی محمد. بله بله. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. حاج آقا، ایشون دوست هم خدمتی محمد ما هستن. خدا حفظش. ممنونم. ایشونم حاج نصرت. بفرمایید. بفرمایید. این حاج نصرت ما رو هم که میبینی از اون مردان نیک روزگاره که وجودش تو هر محله واقعا غنیمته. شرمنده میکنی حاجی؟ بدون ریا حاجی، خالصا و مخلصا میگم، تمام این کامیونایی که میاد تو جبهه توسط همچین آدمای مهیا میشه. مسئولیت این کارم تو محله ما به گردن حاج نصرت. خدا نگهشون داره. خدا شما رو هم حفظ بکنه. خدا همه شما رو حفظ کنه. حاج نصرت، همیشه گفتم هر نسلی به نسل قبلی خودش بدهکاره، الا ما که به نسل بعدیمون بدهکاریم. واقعا جور ما رو کشیدید. خدا حفظتون کنه. الحق و بالانصاف همین حاجی. خدا انشالله همشون رو حفظ کنه. انشالله. دیشب محمدم از جبهه تعریف میکرد. شنیدم دلاوری ها کرده، درسته؟ بله. محمدم برازنده جبهه بود. بله بله، خدا رو شکر. پیش خدا سرافرازم کرد. حاجی چقدر خوب آدم پیش خدا رو سفید باشه. خدا انشالله همه رو سفید کنه. انشالله انشالله. من حاج آقا نمیخوام زیاد مزاحم بشم، فقط یه امونتی پیش من داشت آقا محمدتون اومدم. چه مزاحمتی؟ اگه حوصله ما پیرمردا رو داری بشین. البته دور از جون حاجی، خودم میگم همین الان میاد. ولی اگه حوصله‌اش نداری، که میدونم حوصله‌اش نداری، من مزاحم نمیشم، میرم انشالله فردایی پس فردایی میام. مقابل ما پاساژ زرگراست، یه دور بزنی پیداش می‌کنی. پس با اجازهت من میرم پیداش میکنم. خدا نگهدار. خدا ببخشید. خدا نگهدار.